مهدی دونده فرماندار نیشابور گفته امام زمان را در مسیر سقوط بالگرد آقای رئیسی دیدن که مضطرب بوده. مهدی دونده واقعا دونده و کار تو بلدی، یعنی یوسین بولت او دونده با اون عظمتش باید بیاد جلو پای تو لنگ بندازه که خوب میدوی و الان هم در حال دویدنی با حد اکثر سرعت واسه فتح چیز جدید چاپلوسی. خجالت نمی کشی؟ حیا نمی کنی؟ فهم نداری؟ درک چی؟ اونم نداری؟ شعورم که قطعا نداری که اگه داشتی این حرف رو نمی زدی. مهدی دونده اگه میخوای این میز تو حفظ کنی با تخصصت حفظ کن، نه چاپلوسی. خجالت بکش، نمیکشی دیدن. امیر حسین ثابتی نماینده تهران با چه قدره؟ با حدود 5%. از حضور آقای جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ذوق کرده، خوشحاله، تازه حمایت هم کرده و گفته خوش آمدی آقای جلیلی کاندیدای مردمی. امیر حسین لاغت تو با این تعداد آرات از جلیلی حمایت نکن، واسه وجهش خوب نیست. یعنی حمایت تو از جلیلی باعث ریزش آراشه، یعنی چون اگه آقای جلیلی بخواد با فرمون تو بره جلو ترش همون 5% رای میاره، یعنی یا خودش دوم میشه یا رأیای باطله. نکن. به نظرم بهترین کمک به جلیلی عدم حمایت شماست، حتی به جان خود، به نفع خودشه. دهنتو ببند. بازم دهنتو اندازه دهن یه اسب آبی باز کردی. بازم یه مسئول خارجی دیدی، یه مسئول انگلیسی، فرانسوی، آمریکایی دیدی از ذوق دهنتو اقعب باز کردی. خجالت بکش. ما چی از شما بکشیم؟ کی دوره شما تموم میشه؟ کی یه دولت انقلابی بیاد که از دیدن یه غربی قد ذوق نکنه؟ یه دولتی که آها میام، مطمئنم میام، و به زودی شما مسئولین گذشته میشی. یه دولتی بیاد که از دیدن مستضعف ذوق کنه، نه دیدن یه مسئول غربی عوضی. آها روسیه و چین، نه اینا غربی نیستن، آره اینا داداشی ها اونن. بله نه شامل غربی ها نمی. ای بانوی بی حجاب بذار ازت عکس بگیریم. بله بله باید بگیریم. اینو کی گفته؟ اینو بانکی پور گفته، نماینده 5-6% اصفهان. بله گفته یا ازت عکس میگیریم یا مجبوریم به اولین مقر پلیس تحویلت بدیم که اونجا واسه یه پرونده قضایی داستان ها. په بذار عکس بگیریم به نفعته. دو تا گزینه بیشتر نداره، یا عکس یا مقر پلیس. به نظر من عکس بهتره. آره وایسه وایسه آفه. نه نه اینجوری معلوم نیست، قشنگ سرت بالا که همه اجزای صورت پیدا باشه، که همخوانی داشته باشه با هوش مصنوعی معوزی. نه نه فیلتر نمیشه بذاریم، آها اینجوری بد میفتی. مهم نیست، مهم اینه که با هوش مصنوعیمون همخوانا باشه. وایسا آره معوزی 3 میلیون بده. نه پفکر علی. احسان مظفر مال اتحادیه تعاونی لبنیات گفته روند مصرف لبنیات مردم کاهشی بوده و گفته سال 89 مردم سالانه 130 کیلو لبنیات استفاده میکردن هر فرد ایرانی، الان رسیده به 55 کیلو، یعنی میانگین روزی 150 گرم. بعد لبنیات قاطی، یعنی ماستش و شیرش و پنیرش و همه چیش روزی 150 گرم، یعنی قشنگ یه قلوب شیر، یه اقد پنیر، یه قاشق ماست. و گفته این نگران کننده است. احسان واسه شما یا ما؟ آه واسه شما، مصرفتون کم شده، درآمدتون کم شده. احسان ما دیگه هوا میخوریم، کف میرینیم، نگران ما نباش. حتی
مراکش تو 2 دهه از تولید هیچ رسیده به تولید خودرو. الان صنعت خودروسازیش تو کل آفریقا اوله، یعنی اوله، و داره صادرم میکنه به کجا؟ به اروپا. صادرات واقعی، نه علیکی مثل ما سمندو میدادیم ونزوئلا، نمیدم اینجا چقدر بود به اونجا کمتر میدادیم، با کلی خدمات پس از فروش که دلمون خوش باشه که چی، ما داریم صادرات میکنیم سمند. یعنی تنها افتخار صنعت خودروسازی کشور اینه که هوگو چاوز پشت فرمونش نشست و یه دور باهاش زد. اینم خودروی ملی ما، اونم خودروی ملی اونا. کاش کی ما این صنعت ملی رو نداشتیم، به خدا من راضیم مثل افغانستان و عراق میبودیم، بهتر بود. حتی به سمت تکنولوژی پیش میره، میخواد همه چی کشور رو تکنولوژی کنه، اینترنت و آنلاین اینا. خب ما هم داریم پیش میریم، بله، فقط عربستان نیست. آه تو چه بحثی؟ تو بحث نون، بله، گفتن نون هم اینترنتیه، میتونی اینترنتی سفارش بدی نونه تو. بله نگاه قشنگ تا بدونی چیه. آره بله، مثلا سفارش میدی 3 تا نون میخوام. چند نفرید؟ 2 نفر. نه نه نه، 3 تا نمیشه، 2 تا بهتون میدیم. تو چند تا میخوای؟ 5 تا. چند نفرید؟ 3 نفر نمیشه، زیاده. آقا شما نون خورتون زیاده، برنج ندارید؟ کابینتو باز کن ببینم، اگه واقعا برنج ندارید بهتون 5 تا میدیم، در غیر این صورت بهتون نمیدیم. لودر انقلابم انگار میخواد ثبت نام کنه. کیه؟ زاکانی دیگه، واسه انتخابات ریاست جمهوری. در چه حد میخواد بره جلو؟ در حد همین مناظره ها، چون این زبون دارشونه قشنگ دیگه، میاد قشنگ داد و بیداد، نمیشی انقلاب و نمیشی ساده زیستی و مبارزه با فساد و نمیدونم. چرا بچه های این خارجه؟ آها بچه خوشم خارجه. نه بچه خوش مهم نیست، این میخواد صادر کنه بچه ها. این بچه های خودش وقتی میان خارج به عنوان صادر کننده انقلاب میرن. آره بچه های بقیه نه، حق ندارن برن، فقط بچه های خودشون که صادر کنند. مال ما بدیم؟ نه 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 نه، باید جواب بدیم. آره فقط مال خودشون باید برن، بچه هاشون نه. یعنی نه تنها که شغل ایجاد نکردید، بلکه اونایی هم که شغل داشتن رو بیکار کردید، یا دارید بیکار میکنید، یا میخواید بیکار کنید، چه خواسته چه نخواسته. مال کمیسیون ترانزیت اتاق ایران گفته رضا رستمی، خطر زمینگیر شدن 60,000 کامیون ایرانی. یعنی 60,000 تا کامیون خطر اینو دارن که دیگه حرکت نکنن تو جاده، و اینا اگه زمینگیر بشن حدود 120,000 تا راننده هم زمینگیر میشن. 120,000 تا شو واسه چی؟ رضا رستمی گفته به خاطر مشکل بیمه سبز و ویزا، کسی بهشون ویزا نمیده و به خاطر همین از راننده های خارجی استفاده میکنند. رضا چی کار کنیم؟ نمیشه.